دیگه همه با سوتی های جواد خیابانی آشنا هستین ولی انقدر تعدادشون زیاده و انواع گسترده ای داره اینجا تقسیم بندی تخصصی خدمتتون ارائه میدیم بخش اول سوتیایی که خودش میده و نمیفهمه و رد میشه که پرتدادترینش رو همینه که میگه و هیچی هم خبری نیست خودش هیچی نمیفهمه رد میشه ما بیننده فقط میبینیم روحمون از درون قاچ میخوره خنج میریم چرا چرا تو تموم نمیشی چرا گزارش میکنی چرا بازنشست نمیشی مثلا کاویانپور رو با علیدایی اشتباه میگرفت چی جوری چی دیدی شبیه؟ چ... چ... کجاشونو کجاشون با هم دیگه شبی دیدی که این اشتباه گرفتی استیرشون که زمین آسمون فرق میکنه مثلا کاویانپور رونای گنده و پای مثل آقای باریک داشت علیدایی کلا یه شکل بود بالا تا پایین لاغر دراز بود بعد قد علیدای 17 و نیم متر بود کاویانپور 35 سانت بود چه جوری اینا کفش اون سیاه بود کفش این سفید بود استیل دویدنشون زمین تا آسمون ما چه جوری اشتباه گرفتی اینا رو چیشون شبیه همه آخه چرا می هرس میدین یعنی تو دسته دوم سوتیا ها سوتیایی که میفهمه و بلا فاصله اصخایی میکنه که این تو سودیا کم تعداد ترین سودیا به این خیابانی و قابل تحمل ترینشون هم همینه که منطقه منتصبانه میگم تعدادشون بقیه کم تره دسته سوم سودیا که میده میفهمه بعد ماسمالی میکنه ماسمالی میکنه یعنی جمله رو عوض میکنه مثلا چه علی کریمی وقتی سردار آزمون به تارمی پاس میده میگه عزت اللهی بعد خودش سری میفهم که اون سردار آزمون به تارمین پاس عزت اللهی وسط نبود که میگه عزت اللهی اونجا حضور داشت حضور داشت که چی حضور داشت مثلا این پاس داده به اون اون اصلا صحنه خارج اون ور حضور داشت اینجوری یه مالی روش میکشه میره حالا این دستم آدم رد میشه ازش دیگه میگه چیکار کنم جواد خیابانیه دیگه دسته بعدی سوتی ها که میفهمه ولی کلا به رو خودش نمیاره اصلا انگار نه خانی اومده نه خانی رفته حالا این نه خانی اومده نه رفته خودش یه حکایتی داره یه حکایت قدیمی فکر کنم کردی حالا شاید مال جای دیگه هم باشه حالا بعدا یه ویدیو از اینم زرف میکنم این،, این بالا میذارم ببینید دونم ولی خب اصلا انگار نه انگار این سوتی ها که میده بعضی موقعی خیلی سنگین باشه یه مدت سکوت میکنه که بیرنده حذف کنه سوتی رو بعد میره ادامه حرفش میزنه هرچی این سوتی سنگین تر باشه این سکوت هم بیشتره یادم یه بازی رال بارسا بود اون بازی که سال 2008 بود فکر کنم رال 4 1 برد مثلا سال آخر رایکار بود بارسا مثلا وضعش خراب بود و دو سه تا گل عقب بود سیلوینیو داشت تعویز میشد یکی دیگه جاش داشت می اومد یادم نیست کی اومد تو جاش سیلوینیو داشت میرفت بیرون علامت تعویز که تلویزیون اسپانیا نشون داد یه فلش قرمز بود خب بعد این فلش قرمز رو خیابانی دید با حالا داره میره بیرون مصدوم شده اختار شده اخراج شده بعد, بعد اون فلش قرمز دیگه گفت بله دیگه اصلا اخراج شده اخراج شده تو این وضعیتی که تیمش این همه مشکل داشت سیلوینیا هم اخراج میشه به بار مشکلات اضافه میکنه و از این حرفا همینجوری داشت ور میزد که سیلوینیا رفت بیرون بغل زمین که رفت بیرون این فکر میاد اخراج شده دیگه بقید زمین که رفت بیرون یه نفر اینجوری دست زد بهش اومد تو اون فلش قرمز هم که این به عنوان کارت قرمز میدی تبدیل شده فلش سبز اینوری شد یه نفر اومد تو این خیابانی که دیگه هنگ کرده فهمید چه سوتی بزرگی ده هیچی نگفت یه دقیقه و نیم کامل سکوت که بازی در جریان بود این پاس میداد به اون اون پاس میداد به اون میرفتن جلو بازی در جریان بود این ساکت ساکت هیچی نمی این از اون لحظه هیچی نگفت تا یه دقیقه و نیم که بشوره ببره یعنی بیننده خودش یه به خودش کنار بیاد بعد یه دقیقه و نیم مثلا گفت حالا ونبومل صاحب توپ هست جناب خیابانی نظری نداشتین کلا در مورد این صدقه گذشته هیچ خبری نبود دیگه اوکی الان هیچ حرفی نداری در مورد این صدقه هیچ اتفاقی هم نیفتاده نه دسته ای بعدی سوتی هایی که مارم تو شریک میکنه یعنی خودش سوتی داده مارم میاره وسط قاطی کنه با خودش مثلا میگه داور کورنر گرفته حالا نمیدونم بازیکن‌ها چرا دارن خارج میشن از محوطه نه دیگه نه دیگه اصلا اوت گرفته همه ما همه فکر کردیم کرنر گرفته ما همه فکر کردیم ما فکر کردیم که کن یعنی ما هم میارم میشسبونه به خودشون وسط که یعنی درست سال من اشتباهی برداشت کردم ولی خب اشتباه مرسوم بوده همه شما مثل من همین فکر رو کردیم دسته شیشم سوتیایی که اصلا خودش گردن نمیگیره فقط میندازه گردن ما یعنی انگار توی بیننده اینجوری فکر کردیم من گزارش کردم که اصلا درست فکر میکردم از اول مثلا همین اوتو کورنر رو بخواد بگه مثلا میگه خب داور اعلام کرنر میکنه بعد صحنه آستر نشون میده می... میبینه خورده پایین یکی داورم که اوت گرفته درست گرفته دیگه میگه نه دیگه اصلا اوت بود صحنه کاملا مشخصه که اوت بود دیگه اصلا اوت بود دیگه یعنی انگار یه جوری القا میکنه که شما اصلا گفتین کرنر داره من که نگم توی بیننده توی بیننده خنگ فکر کردی کرنر من گزارش که از اول هاته داشتم من میدونستم اوت شده چرا بازنشست نمیشی های خیابانی بیش این خونه برای زن بچت ور بزن چرا میخوای ور وراتو با 80 میلیون نفر شیر کنی چرا دنبال جماعت گسترده تری برای آزار دادنشون میگردی از اتاق فرمان اشاره میکنن خودت هم همینی ولی از اونا به یک اشاره از من به صد ندیدن